دعوت میکنم از آقای علی سرتیپی، تهیه کننده مطرح و مدیرعامل پلتفرم فیلم نت. آقای سرتیپی، مرسی که تو این گفتگو شرکت کردید. بندبازی جاده صاف کنه بسیاری از برنامه های موسیقی در ایران شده، استقبال ویژه ای ازش در بین اهالی موسیقی و مخاطبینش شده. به عنوان فردی که به هر حال لیدر این جریان هستید و خب همه چیز رو از نزدیک رصد کردید، میخوام نظرات شخصی خودتون رو در مورد این برنامه بفهمم. خب به نظر من یک کار نو و بزرگ در ایران اتفاق افتاده، یعنی حتی واقعا تو خاورمیانه و تو کشورهای حالا اطراف ایران واقعا همچین سال نداشتیم. یه گروه بسیار بزرگ و حالا با توجه به شرایط خاصی که خب کشورم هم داره، به نظر من یک کار خیلی بزرگ صورت گرفت. اینجا یه جا داره که واقعا گروه صنعتی گلرنگ هم با عنوان حالا سرمایه گذاری اصلی پلتفرم فیلم نت، اینجا واقعا ازش تشکر باید بکنیم که این شرایط این سرمایه گذاری بزرگ رو به وجود آورد. هر شب که مه در آسمان گردد ایان دامن کشان، گویم به او راز نهان که با من چه ها کردی، به جانم جفا کردی. ما چون یک مجموعه نوپا بودیم، دوست داشتیم که واقعا یه کارهایی رو بتونیم انجام بدیم که متفاوت باشه، یعنی از پلتفرم‌های دیگه‌ای که داشتن کار می‌کردن متفاوت بشیم، متفاوت شناخته بشیم. و این کار به نظر من اون مهر رو روی مجموعه فیلم نت زد. دو تا سریال حداقل هزینه این کار شد، و ولی خب ایستادیم که بتونیم یک کار متفاوت رو انجام بدیم و خوشحالیم که از این نظر کاملا موفق شدیم. و سوال آخرم، سوالی که این روزها همه دارن تو فضای مجازی میپرسن، سوال بسیار مهمیه: بندبازی قراره که دور دوم داشته باشه؟ ان شاء الله قطعا خواهد داشت، البته با تغییرات زیادی خواهد بود دیگه. شکل شمائلش شاید استخون قضیه همین موسیقی و همینه، ولی قطعا با یک شکل شمائل و با یک جریان روح تازه. کم تر زن شامونه، چون در چین و شکنش داره دل من کاشانه، چون در